وای مردم، ای افسران، مرز افغانستان صاحب داره. 201 دیویزیا در اونجا هم تا پلمیت قدی سودگی است. مردم فریب نکنین، تهدید نکنین، با جنگ مردم نه اندازین. برین مرز خیتای قتی مرزی واروخ دفاع بکنین. اوجا هم مشکلی اساسی است. شما کی را میخواین دو تیر میزنین مردم فریب میکنین، انا طالبان اومدن انا میزنن. کدام طالب از روزی که اصلا فقط مردم به همین طالبان شما ترس میتین. تصور کنید محمود اودینایوف نفر بردن 14 سال زندان کردن، از قفاش فرزند شد بردن. گجاست عدالت، گجاست منطق، برای چی اون نفر زندان شد؟ که جواب باید بتا؟ برای چی یک اویله پراکنده شد، یک اویله از بین رفت؟ مگر وظیفه شما و مسئولیت شما همین است؟ صحبت شروع میکنیم از مرز تاجیکستان. ما برها در مسئله مرز و بومی وطن صحبت کرده بودیم. دیروز یک اخبار از نزد برآمد، نظر کردم یک مسئول حکومت بسیار یک صحبتی با دلی پر حرف میزند. میخوام این را بگذارم با صحبت ادامتیم. بگذارین نمیره. دریای پرتوقیانی آمو مرزی ناحیه شمسدین شاهین تاجیکستان و خواهان افغانستان را جدا میکند. این سوی مرز آرام است، اما مقامات افغان میگوید در آن سوی مرز گروه های افرادگرا بیدادگری میکند. بیدادگری شورشیان در ناحیه های افغانستان و هم مرز با ناحیه های تاجیکستان مقامات تاجیک را وادار کرده است که با سربازان در ذخیره بوده و شکارچیانی که در مرز زندگی میکنند صحبت ها انجام دهند. مقامات در ناحیه هم مرز با افغانستان میگوید در صورت تهدید از آن سوی مرز به آنها یراق داده میشود تا وطن را از دشمن حفظ کنند. مو در موافقه با شعبه کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی همون شکارچیانی که در سرحد هستند اینها را به قید گرفته هستیم و اینها اگر لازم شود در حد اگر لازم شود این وطنداری از دولتداری است لازم شود او هم یراق میگیره و ما هم یراق میگیریم میریم. جنتلمن چی گفتی سکو بیمه یک آره شما برسانم ای دعوا ایده از اون داره که اگر مبادا مشکلات در مرز شد ما سلاح میگیریم میجنگیم. ای کپی خبش نزنم. ای میدونه که مرز افغانستان و تاجیکستان روسیه دفاع میکنه. روسیه یعنی هیچ ضرره هیچ تأثیری رسونده نمیتونه. روسیه بزرگ طبیعی است دیگه. یعنی اگر شما اونقدر شجاعت میداشتین اون است واروخ بزرگ مرز تاجیکستان و قرقیزستان اوجا را دفاع میکردین. یا قدر شما ضعیفین که از زمان استقلال تا امروز مشکلات های مرزی را نتوانستین، تو چگونه یراق میگیری سلاح میگیری میری وطن دفاع میکنی؟ در یک باد تیر شما ایستاده نمیتونین، در یک شمال تیر جسد یعنی که همون بدنتون از کشور همسایه پیدا میکنه، از ترس شما گرفته میرین. مردم فریب میکنن. اگر لازم شود موسی با کدام نیرو که برای من بگو از روزی که خدمه میشنسم درگیر دوانای سازمان ملل روبا برای چرخ میزنید انا طالبان اومدن انا طالبان ما را میکشن انا طالبان ما را میکشن دیوانه کرده نمو دنیا را قطعه همون تو امروز سلاح میگیریم یه جنگی. اگر شما واقعا قدرت میداشتین زور میشدین نیرو میداشتین او نه مرز قرقیزستان و تاجیکستان اوجا میرفتین شما دفاع میکردین. کی را میخواین فریب بکنین؟ گویا که یک نیروی مستحکم دارین، یک امنیت خوب دارین، یک سربازا و افسران جنگی دارین، میرین دفاع میکنین. با زنهای افغان شما رو پروشیده نمیتونین. گجا برسه به طالبان. در دو دهه دروازی تاجیکستان از سمت افغانستان تیرباران شد. گلوله ها به منزل زیستی دو ساکن دهه روزوی و مکتب دهه افتادن، ولی کسی از این گلوله ها آسیب ندید. مقامات افغان آن زمان گفتند تیربارون دو دهه تاجیکستان برقصدانه نبود، بلکه هنگام زد و خورد نیروهای حکومتی افغانستان با گروه طالبان تصادفاً به سمت تاجیکستان رفت. بعد این زن و زنی ها در آن سوی مرز و پرتاب شدن گلوله به دهه های ناحیه های تاجیکستان، مقامداران ناحیه های هم مرز با افغانستان، سربازان در ذخیره بوده و با شکارچیان صحبت کرده، آنها را از تمرین گذراندند. همون شکارچی هستن بعد که کمیسر ما چقدر برای سفر برکنی ذخیره احتیاطی ممکن هستن ما در این مثلا سوپا جفتگی هستیم
مو بتالیون ها و چی میگم وزود عدلین دیگه همش چیکردگیم در کیسوشون رقمشون موندگی نمره تلفنشون در کوشت هممون بپا میگیزیم در صدی رئیس یک افسونه که یک کودک نقل میکنی در کوشت هممون بپا میخشیم میریم همش هم میزن شماری مسئول و رئیس ها و وزیر ها به سوادایی این کم در سیاسی منطقی ارزنین یا دیپلماتی ارزنین در کشبه ما بخشیم هم مکشبه میریم چکی جا میرین مردم دیوانه کردین مردم فریب کردین بیا اگه نوار دیگه شب ببینیم این همیو با همی حال چون بیا مرز بوم و دیفو میکنیم اگه افسانه نخل کردیسه ما دیفو میکنیم میریم ایتا میکنیم اوتا میکنیم امروز حتی توی درجه کار رسیدگی است که تاجیک دیگه قدر نداره حتی در بازارهای قرغیزستان دیگه تاجیک حق تجارت نداره برین اجاره دفاع کنین برین از اودیو فوکنین شما ای مردم ای افسران مرز افغانستان صاحب داره 201 دیویزیا در اموجا هم تا پلمیت خود ایستادگی است مردم فریب نکنین تهدید نکنین با جنگ مردم نندازین برین مرز خطای قتی مرزی واروخ دفاع بکنین اجاره مشکلی اساسی است شما کی را میخواین دو تیر میزنین مردم فریم میگن انا طالبان اومدن انا میزنن کدام طالب از روزی که اصلا فقط مردم به همین طالبان شما ترس میتین امروز رئیس یک نوحیه میبرنگ یک کودگنگ یک لفتکه که بطریش میمونن گب میزنن افسانه نقل میکنن یک کم تر دیپلوماتیش بگی یک کم تر جدی سریوز نصحبت کنی یک از قبولتون کنه شما را یک رئیس نوحیه گب زنیش مثل یک لختک مثل یک کودک چور گودا گاجا جا می شوه دیروز من مکتب رفتم خطی یک جورم رفتم تخ جنگ کردیم بازار رفتیم این کردیم ای بس دیگر در سطح رئیس و وزیر نباید این گونه به سوادانه عرض داد دیپلمات استفاده برین منطق استفاده برین درست صحبت کنین مرحمت کنین تاجیک احوال شبین علی بزرگترین بازار مال و کالای قرغیزستان داردای با کاری آنها مانع می شوند و گفته آنها فرمایشگران اساسی مالشان تاجران تاجیک بودند که توسط تاجران میان عرب از داردای لباس های تهیه کرده آنها را می خریدند و به بازارهای مسکو می بردند. دو نفر در همین جا مرا تهدید کرد. به من گفتند شما با تاجیکان کار میکنید و ما حالا می فهمیم که شما در کجا کار میکنید و کارگاهتون را آتش میزنیم. من از ترس به خانه نرفتم، به دیگر طرف رفتم چون که میترسم. من به کارخانه زنگ زده گفتم که در را ببندند. به گفته اونها فرمایشگران اساسی مالشان تاجران تاجیک بودند که توسط تاجران میان عرب از داردای لباس های تهیه کرده آنها را میخریدند و به بازارهای مسکو میبردند. اما چند سال پیش صاحب کاران تاجیک همکاری را بواسطه با کارگاه های دو زندگی سر کردند و اکنون آنها از دست اول و بدون میان روهای بازار مال و کالا فرمایش می دهند. حسین نجمیدین یکی از این صاحب کاران تاجیک است که ماه پیش به بیشکک آمد و چند نقطه فروش را در مسکو با لباس های استحصال قرغیزستان تامین می کند. قرغیزستان ما چی کمی داریم؟ مردم قرغیز پیشوای ملت نداره. مردک بارهای قرغیزی امروز در بازارهای مسکو می روند. ما چی کمی داریم؟ ما چرا باید نتونیم؟ ما دو کرتا و دو بروک و دو میکه دختر نمیتونیم؟ چی پخته داریم؟ سویت داریم؟ چی نمیرسه؟ چی؟ سیاستی پست، سیاستی کسیفانه، سیاستی پلیدانه، او بوشون و دزدان و نرکمان ها روح برن. ای چیز نمیرسه؟ وگرنه دختن یک شیم، دختن یک بروک، دختن یک پویافزاد، وقت چی لازم داره؟ یکم باید کارخانه صناعتی آهن بسازی؟ چی مشکل داره؟ امروز تاجر میره از قرغیزستان بار میبره در مسکو میفروشه، در روسیه میفروشه. بازاری تاجیکی نول است. ما نداریم لااقل یک تجهیزاتی که از تاجیکستان ما بیرون شوه، یک لباس و یک پوشاکه و خوراکه چیزی که باشه. ما چی کمی داریم؟ در تمام 30 سال این پیشوای ملت میگن، این محترم میگن، ما چی داریم؟ با چی چیز میخواین مردم را فریب کنیم؟ با کدام برنامه؟ آینده گجای ملت باید بروه، گجای مردم باید بروه، گجا. از لحاظ امنیت مرحمت تاجیک در قرغیزستان یک قدری نداره. اینه سلاح میگیریم و ملی قتل طالبان می جنگیم. رو تونه سیاه میکنین، نه سلاح میگیرین، نه سلاح را خبیده میتونین، نه جنگیده میتونین. یک زنی قرغیزی یک مرز دیوانه کرده است.
تمام چاپلوس ها را بلند میگه در مقابل یک زن حرف میزنه، در حالی که قضیه قضیه دیپلماتی است، در حالی که قضیه قضیه سیاسی است. باید کشور، امنیت کشور، سیاست پارلمان در بالاترین مقام باید گردو گرفته گرد شود. یک زن میبیاد سربازای ما را سلاحاشون میگیرد، سراشون میکفنند، میکشنشون. یک مسئول کشور جواب دادن نمیتونه. رحمانوف سفر کرده بود، اولوچاو و پولوچاو و گل و گل دستان در واروخ پیشواز گرفتیم، به همین خلاص ضرر شنه میگه چقدر است. امروز مصیبت تا کجا رسیده است؟ آیا ما در زمان جنگ شهروندی همیخی بیناموس ملت بود؟ در زمان شوروی ما همیخی مردمی بودیم که قرقیز امروز بالای سری تاجیک حکمرانی میکنه؟ برای چی؟ سیاست دیگر است. رب داره تمامی آن مشکلات ها، پیشروی ها، بدبختی ها، خوبی ها رب به سیاست دولتداری داره، چون آنها مسئول این ملت هستند، مسئول مردم تاجیکستان هستند. فرقی ندارد سیاست درست است، راهبری سالم است، وزارت و اداره های درست است، برای مردم جوانمردی، استواری میآموزانند، او ملت سربلند میشه. امروز تصور کنید محمود اودینایوف نفر بردن 14 سال زندان کردن، از قفاش فرزند شده بودند. گجاست عدالت، گجاست منطق؟ برای چی اون نفر زندان شد؟ که جواب باید بده؟ برای چی یک اویله پراکنده شد، یک اویله از بین رفت؟ مگر وظیفه شما و مسئولیت شما همین است؟ شما یک مرز قرقیزستان را دفاع کردن نتونستین؟ شما کندنی های فایدناک زیر زمینی که طلا و نقره و آهن دفاع کردن نتونستین، روغنش را مردمی همسایه میجوشه؟ امروز برای ظلم، برای زندان کردن، برای از بین بردن مردم خیلی حرفه‌ای هستین. شرم نمیکنین؟ امنیت کشور میگین، وطن آباد میگین. آبادی یعنی چی؟ امنیت یعنی چی؟ سول یعنی چی؟ همه زیر این مفهوم میلیون ها سوال ایستاده است که جواب نداره. نظر دیدگاه شما درباره امنیت یعنی چی را میخواهید؟ چهار درخته که در دوشنبه ساختین همو امنیت و امنیت شده نمیتونه. تاجیکستان دوشنبه نیست. در نزد فروشگاه مدینه وقتی میخواستم خرید کنم، دو شخص نامعلوم از پشتم آمدن مرا زدن. گفتم بیا یک طرف رویم. تاجیک، تاجیک، با تاجیک، با تاجیک. دو تاجیک، دو جوان در آلمان مناقشه کردن، از سطح وزیر سر کرده، وزیر به عقل سر کرده تا خورترین یک چاپلوس کینو کردین. قرقیز تاجیک هم میزنه. بروی نخی گپ زنین، دعوا کنین، نوار کنین، دیپلمات های استفاده برین، سیاست های استفاده برین. وزیر برو گپ زن. در سطح وزیر چاپلوس دمدمی رحمانوف کتاب نویسته میگردی؟ مرحمت. امروز چرا در نشست مطبوعاتی وزیر این مسئله را نمیگه؟ چرا تاجری تاجیک در قرقیزستان زده میشوه؟ چرا گپ نمیزنه؟ اما دو جوان مناقشه کردند، حتی در سطح وزیر در کوتاه‌ترین فرصت هویدا را تجاوز کردند. تا امروز وزیر گپ نمیزنند. تا امروز او که جنگ کرد از کسی را نکشتند، اما اوجا کشته شد، تجاوز کرده شد. تا امروز وزیری به سواد ما گپ نزده است. ایره کسی گپ نمیزنند. از این نقطه خاموشند چاپلوسان و روزنامه‌نگاران فروخته شده و رسانه‌های فروخته شده. چرا از این نقطه گپ نمیزنید؟ تو رو دیگر در اینجا نبینید. ماموریتی بازار داردای از تهدید شدن تاجران تاجیک اظهار بیخبری میکند. طبیعی دیگه بیخبری میکنه اخی. ملت که بسایب مون، مردم که بسایب مون، میبینن دیگه مردم قرقیز مردم گاو نیست. نگاه میکنه سیاست های مردم. راهبر جدید قرقیزستان یک قرار قبول کرد، عکسای مرا در اتاقای کاری تو نگذارین، چون من هلا هیچ خدمتی برای مردم نکنم. من ارزنده اون نیستم. مرحمت، مرحمت، عدالت، مرحمت. آیا ما چنین میکنیم؟ در تمام کتاب و روزنامه و مجله و نمیدونم جای نمون که عکسای رحمانوف نگذاشته باشن. در هیچ جا نمون. مثالی گفت، نگاه کنین کشورها در چی فکر هستن. بگذاریم در ازبکستان پروازها با مناسبت نوروز تا 50% ارزان میشود. چیپته هواپیما
50% میگه ارزان کرده میشه، در حالی که رحمانوف دعوای نوروز ما توانستیم این جشن ملی رو در عرصه بین المللی همچون یک جشن معرفی کنیم. مال ما از نوروز گفته دیوانه کردن گوش و معنی ملت مردم، اما دیگرها از این فرصت استفاده میبرن برای مردمشون سبوکی ها میارن. آیا در ما چنین قرار قبول کرده میشه؟ گجای همه حرفی من شوراندازی و جنگ اندازی است. گجاست او کسی که علاقه قلم در دست نویسته است چاپلوس، فردا صبح در فیسبوک چاپ میکنی. همه حرفی من گجاش زید بشریت از این قانون های بین المللی، زیر قانون های تاجیکستان است که حکومتی که دعوای جشن نوروز و بزرگی داره، اما حکومت دیگر از این استفاده برده برای این جشن مردمش میگه من سبوکی میارم برای شما. این است جامعه سالم، این است حکومت، این است سیاست. انا ایره سیاست میگن، انا ایره حکومت داری و دولت داری میگن. ما رقص بازی من حرفه‌ای در اونو که آسمان هستیم نوروز داریم گفته میزنین مست و علاست در نوروزی رقص میکنین، پروای دنیا ندارین، اما دیگر برای مردم از این چیزها استفاده میبرن. یه به نقطه دیگر.